شاید یکی از جذابترین عناوینی که اینجا توی خود آی مووی وجود داره توی نیو پروژکت این مووی تریلر ها هست. هر کدوم از اینها تمپلیت یه تریلره که به طور مثال من اگر اینجا روی اینترو تریپ کلیک بکنم کاملا انگار شما یه تریلر بخواید درست بکنید برای پروژه‌تون. یه سری تمپلیت اینجا هستش، هر کدوم خواستید میتونید از اینجا انتخاب بکنید. زمانی که بازش کردید یه اتفاقاتی میفته که حالا با هم میبینیم. تن نکته‌ای که وجود داره در موردش اینه که این کست ممبری که اینجا میزنه نوشته توش چند نفر بازیگر یا چند نفر شخصیت نیاز داره. به طور مثال من اینجا صرف کیدو میزنم، یک نفر نمیشته، من اینجا میزنم و create. یه پروژه جدید درست میکنه. حالا اینجا من میگه که اسم این پروژه میخواد چی باشه، میزنم welcome to Paris summer 2012 روز اکرانشه که حالا ما اینجا میتونیم بزنیم summer 2012 خوبه. action typeش صرف که شما مثلا میگم اگر اینجا رو نگاه بکنید نوشته and there to surf and there to travel، میتونیم بزنیم اینجا. حالا اینجا hero's name جانیه، شما میتونید عوضش بکنید اگه خواستید، میتونید بزنید مثلا امیر. type boy girl man woman، هم boy خوبه. استودیو هایده فیلمز ما میزنیم رادان فیلمز. لوگوش هم که این sun rays through clouds، میتونیم بزنیم spinning earth که این خیلی شبیه یکی از کمپانی هالیوودیه که اصلا معلوم نیست اپل شبیه کدوم یکی درست کرده، یا این یکی یا این یکی که البته خیلی حالت قدیمی داره. من با همین عنوانی که بود مشکلی ندارم. حالا اینجا اسم کارگردان نویسنده حالا همه عوامل رو نوشته که مثلا شما میتونید اینجا اسمای متفاوتی که توی این مجموعه شرکت داشتن رو بزنید. به طور مثال کاستوم دیزاینر، حالا هر کدوم از اینا که دوست داشتید. اینجا کلش رو به اسم من میزنه که خیلی جالبه. مثلا من اینجا میتونم بزنم اگزیکیوتیو پرودوسر مجید توسلی یا دایرکتور آف فوتوگرافی، اسم یکی از دوستام که سحاب کریمی هست رو بزنم که فیلم بردار هست، یا به طور مثال میوزیک بای آرمین بهار. حالا هر چیزی که دوست داشته خودتون اینجا میتونید اضافه بکنید. توی قسمت آتلاین این قسمت هست، قسمت استوری بورد شما، قسمتی که شما نماهاتون رو انتخاب میکنید. خیلی خیلی اینجا واضحه، مثلا میگه یه نمای لندسکیپ میخوام که 4 ثانیه باشه. شما میاین یه نمای لندسکیپ 4 ثانیه‌ای انتخاب میکنین. به طور مثال کنم اینی که از اینجا یه خورده قبل تر بود، بعد مثلا این برام میبندم که ازاره فضا بیشترش دوشم. من از اینجا بریم بالا، بد نیستش از اینجا تا مثلا اینجا. حالا خب میگه یه همچین چیزیه، اگر دوست داشتید احیانا ادیتش بکنید میتونید روش دابل کلیک بکنید و حالا کارهای مختلفی که اینجا هستش روش انجام بدید. احیانا اگر کامند R رو هم بزنید میبینید که اینجا این 4 ثانیه‌ای که انتخاب کرده این تیکش هست، شما میتونید جا به جاش بکنید، بگید مثلا از اینجا میخوام تا انتهاش. خب حالا اینجا میگی الان یه دونه از خود امیر، یه دونه نمای مستر اینطوری میخوایم، مثلا این عده عکاس باشی من دارم اینجا در میارم. خوبه بد نیست. از اینجا خیلی فقط کوتاهه، اگه بیه کمی بیشتر باشه 4 ثانیه، 4 ثانیه این کمه براش.
خب خوب، من همه جا همین حس و حال دارم با موهای پریشون. خب از اینجا تا 4 ثانیه رفتیم بیرون کات دوباره. خب بالاخره قد داد این یکی پلانمون. خب این یکی حالا در حین حرکت، خب در حین حرکت که اصلا ندارم، ببینیم چی داریم. حالا یه چیزی توی این مایه ها داریم که خب باز بد نیست. از اینجا دوباره تا اینجا، حالا این یکی دوباره یه نمای حرکتیه. خب این یکی میتونه، این یکی چیه، جالب نیست. این یکی نمای خوبیه، فکر کنم این تیکه که این میرخصه خوب باشه. خب این چیز جالبیه، همین انتخاب میکنیم. 2.5 ثانیه است، یک کمی کاش بیشتر بود، ولی خب حالا دوباره یه دونه میدیوم میخواد دیگه. همینطوری دونه بدونه این نماها رو باید انتخاب بکنید تا الاخر. آخرش هم یه همچین اسمی میاد که اسم خود پروژهتون هست و روز اکرانش و این کردیتی که طبیعتاً شما اینجا انتخاب کرده بودید. عناوی هم که اینجا هستش رو میتونید تغییر بدید، مثلا اینجا نوشته A Legend، شما میتونید بنویسید A Photographer یا An Amateur Photographer، حالا هر عنوانی که خودتون دوست داشتید و میتونید اینجا انتخاب بکنید. در نهایت تا چند دقیقه دیگه ما، البته من، تا چند دقیقه دیگه شما همین الان میتونید نتیجه‌اش رو ببینید. خب فکر میکنم آبروریزی خوبی بود. هر کدوم از این عناوین و حالا شاتارم که شما خواستید بعداً میتونید عوض بکنید. اگر هم خواستید میتونید تریلرهای دیگه ای درست بکنید، باز از همین نیو پروژکت، و اینجا حالا تریلرهای دیگه ای هم که هست میتونید خودتون امتحان بکنید و اون تریلر مورد نظر خودتون رو بسازید.